افغانستان زیر ضربین اتحادیه اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی. دو تا از حامیان اصلی 20 سال گذشته افغانستان اما در فصل تازه تا حال دولتش را به رسمیت نشناختند. نمی شود گفت این سازمان های بزرگ جهان به افغانستان و مردمش پشت کرده است. زیرا به تازگی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بر جلوگیری از فروپاشی نظام اقتصادی مانع شدن از بحران انسانی در این کشور تاکید کرده است. اتحادیه اروپا رژیم جدید افغانستان را که از طریق خشونت تحمیل شده است و رسمیت نمی‌شناسد. اما ما باید از فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی و اجتماعی که کشور با آن مواجه است جلوگیری کنیم. ما باید در کنار مردم افغانستان باشیم و به همین دلیل است که ماه گذشته بسته 1 میلیارد یورویی شامل 300 میلیون یورو کمک های بشر دوستانه را اعلام کردیم. اروپایی ها تعهد 1 میلیارد یورو کمک به مردم افغانستان را دادند. کمک هایی که هنوز تا عملی شدن آن چند گام باقی است. اما ناتو بزرگترین سازمان امنیتی دنیا نگران وضعیت بشری در افغانستان است. با گفته سرمنشی ناتو، هفته آینده وزیران خارجه این پیمان اظهارات تازه‌ای در مورد افغانستان خواهند داشت. وضعیت بشری افغانستان وخیم و بسیار دشوار است و این البته برای همه ما بسیار نگران کننده است و زمستان در راه است و ما می دانیم که بسیاری از مردم در خطر رنج و سختی در زمستان هستند. وزیران خارجه درباره افغانستان هم بحث می کنند. ما پس از فروپاشی ناگهانی دولت و نیروهای مسلح افغانستان در ماه آگوست ارزیابی جامع از نقش ناتو را آغاز کردیم. در حالی که هیچ یکی از کشورهای دنیا و سازمانهای بین المللی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی چراغ سبز نشان نداده است، اما این سران تازه دولت افغانستان است که از بحر ایجاد روابط تازه دیپلماتیک با کشورهای جهان به آب آتش می زنند.